سلام آقای سروندی عزیز، من میخواستم بگم حتما برای شما هم در جریان زندگی بارها پیش اومده که راجع به حقیقت یه ماجرا، درباره ماهیت رابطه دو نفر، درباره شخصیت و طرز فکری شخص خاص یا راجع به دلیل سرزدن یه حرکت عجیب از یه آشنا حدسی زده باشید و به درستی اون حدستون یقین 100% داشته باشید، اما بعدن چه بسا سالها بعد پی ببرید که حدستون اشتباه بوده. توی هر حادثه شبیه حادثه‌ای که برای خانواده شما اتفاق افتاده، محیط اطراف خانواده مقتول آب گلالود میشه برای ماهیگیری و محیط کاملا مناسبی برای جفسازی هدف دار. من بیشتر از ریحانه جباری به شما فکر میکنم. ریحانه تا الان دیگه باید یه جوری مرگ رو پذیرفته باشه، ولی شما مثلا یک سال بعد از اعدام ریحانه رو تصور کنید، وقتی که آبا تماما از آسیاب افتاده، جفسازی ها تموم شده و به هدفشون رسیدن و آب گلالود کم کم داره شفاف میشه. اون وقت پی ببرید که حقیقت ماجرا اونی نبوده که فکر میکردید درسته.